نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 جمادی الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در شرح آیه 3 سوره مائده امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما پذیرفتم فرمودند، دین یعنی راه و مسیری که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله آوردند و این راه شامل شهادتین، نماز، روزه، حج و سایر مسائل است. اینها کامل نبود تا این آیه آمد و تا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نباشد این دین ناقص بوده و کامل نیست. معظم الله با اشاره به فرازهایی از اولین سخنرانی امیرالمومنین پس از خلافت ظاهری فرمودند، بدون نبوت توحید از سوی خدای متعال پذیرفته نمی شود و بدون امامت هم توحید و نبوت از سوی خدای متعال پذیرفته نمی شود، یعنی این سه با هم هستند و به تنهایی خدای متعال هیچ کدام را قبول نمی کند. لذا معنای این آیه شریفه با این فرمایش امیرالمومنین واضح می شود. ایشان در ادامه فرمودند، اینکه علاوه بر اکمال دین بر اتمام نعمت هم در این آیه شریف تاکید شده به این دلیل است که نعمت هم تام نبود، یعنی نعمت اسلام بدون علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه غیر تمام است و علاوه بر آن این تغییر در تعبیر نوعی بلاغت نیز می باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. که خود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اینا رو پیش هم بذارید، در اولین سخنرانی که بعدی که مردم باهاشون بیعت کردن سخنرانی کردن، یادتون نهج البلاغه هم باشه، حضرت فرمودن همین جوری که خدا عز و جل توحیدش را بدون نبوت قبول نداره، توحید که هست نسبت به خدا راست هم هست، اگه کسی میگه خدا من تو را قبول دارم تو هم واحد لا شریک له هستی، اما پیغمبر اسم قبول ندارم، خدا میگه من نمیخوام این توحید، کما ان المضمونش اینه، کما ان الله لا یقبل توحیده بدون نبوه یا رساله، کذلک لا یقبل توحیده و رساله بدون الولایه، یعنی ستا با همه، خدا یه دونش رو تنها قبول نمیکنه، دوتاش هم تنها قبول نمیکنه. وقت این اکمل تو اینا با این فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه واضح میشه.